بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، همکارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم به نوبه خود روز بین المللی مهاجر برای مهاجر تبریک میگم، اما در این حال تجدید تعهد میکنیم به خدمت به مهاجر و رسیدگی به پدیده مهاجرت که در سطح جهانی امروز مطرح است و ای را باعث یک وظیفه انسانی و هم در جایگاه حکومت باعث یک مسئول اجرایی در حکومت وحدت ملی، خصوصا به مهاجرین افغان اطمینان میتیم که مسئلهشان، قضایایشان، مسائل مربوطشان همیشه در اولویت کار ما خواهد بود و از ارقامی که در بازگشت مهاجرین داشتیم و از کارهایی که در این راستا صورت گرفته و از رفرم و اصلاحاتی که در وزارت روی دست گرفته شده. وزارت مهاجرین واقعا اجراعات و اصلاحاتی را که آوردن قابل قدر است. بازم من از کار سازمان بین المللی برای مهاجرت IOM که مسئولشان در کابل درجه تشریف دارند و از سازمان ملل به صورت کل، از UNHCR و یونما، UNDP تشکر میکنم که بسیار با امانگی خوب فکر میکنم که همه ما را تایید خواد کردیم که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در این عرصه دو کار صورت گرفت. یک، وزارت از مدیریت خوب و سالم برخوردار شد. دوم، هماهنگی بین نهادهای بین المللی، همکاران بین المللی ما و نهادهای داخلی، خصوصا وزارت که رهبری پروسه را با عهده داشت، به مراتب بهتر شده و سلسله های یا لایه های مختلف هماهنگی در سطوح رهبری و سطوح اجرایی کمک کرده به یرسه و کار کمیته دایرک هم یک نمونه بسیار خوب نه تنها از امانگی بین ادارات حکومت افغانستان بلکه از مؤسسات بین المللی، دونرها، سازمانهای غیر حکومتی، جامعه مدنی و همه برای تمرکز روی وظایف و اهدافی که جزء اولویت‌های حکومت وحدت ملی در برنامه صلح و انکشاف ملی افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی ماست، در راستای تحقق اهداف کار خوب صورت گرفته. در حالی که در سطح بین المللی چالش‌های بسیار بزرگی وجود دارد در عرصه مهاجرت و جامعه بین المللی، کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کردن، ما تشکر میکنم از همه کشورهای کمک کننده و نهادهای بین المللی که در این عرصه افغانستان حمایت کردند. از دو کشور همسایه افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تشکر میکنم که به خاطر سهولت هایی که برای مهاجرین افغان فراهم کردند که جزئیاتش باز هم چون در صحبت های وزیر صاحب امور مهاجرین آمد جزئیاتش تکرار نمی کنم. کار مشترک با اتحادیه اروپا نتیجه بخش بود. از یک طرف ما ارقام مهاجرت به او شکلی که در سالهای پیشترش داشتیم، در سال خصوصا 2015، در سال 2016 نداشتیم و در مورد برگشت یا بازگشت مهاجرین هم هماهنگی خوب صورت گرفت و امیدوار هستیم که انشالله بودجه‌ای که برای مسائل مهاجرین پیش بینی شده و در کمیته دایرکت مورد بحث قرار گرفته که بالاتر از 400 میلیون دلار است بر سال آینده، این بودجه را به دست بیاریم. ما هم تعهد ما همیست که انشالله در شفافیت در اجرای امور و اولویت قرار دادن این پدیده و زمینه سازی برای که مهاجر دیگه از افغانستان نداشته باشیم به بیرون، در این انشالله کوشش و کار لازم انجام خواهد دادیم. من شخصا بالاتر از یک سال مهاجر بودیم و مهاجرت حس میکنم و
به این نسبت در پهلوی تعهد وظیفوی در حکومت و ایسه یک شخص، یک انسانی که دیده این وضعیت مهاجر، وضعیت ما با وضعیت مهاجری که در خیمه ها و در کمپ ها بودن قابل مقایسه نبود. من بعد از 10 روز 15 روزی که در اوج بودم به ایسه دکتر کار شروع کردم در یکی از شفاخانه‌هایی که برای مهاجرین کار میکرد. پس تو شرایط ما کاملا متفاوت بودم، اما ما وضعیت هموطنهای خود دیدیم و این پدیده هم بسیار دوامدار شد برای مردم افغانستان و ما بازگشت کننده ها را، کسایی که برگشتن، اونا را به حیث یک بار دوش جامعه نی، بلکه به حیث کسایی که فرصت های نو ایجاد میکنن و در ساختن کشورشان سهم میگیرن و ما از اونا میاموزیم، به این دیده میبینیم. فقط با همچه یک روحیه است که ما میتونیم این چالش به یک فرصت بسیار خوب برای مردم خود تبدیل کنیم. من بازم تشکر میکنم از همه کاری که در این راستا صورت گرفته و در روز جهانی مهاجر یک بار دیگه تجدید تعهد میکنیم برای خدمت در این زمینه و برای زمینه سازی و ایجاد سهولت های بیشتر تا مهاجر احساس خدا نخواسته بی حرمتی نکنه و مهاجر حرمتش و وقارش حفظ شوه و بازگشت کننده خود بیگانه احساس نکنه. این در صورتی شده میتونه که در تمامی برنامه های ملی ما که تعدادی از وزارت های محترم در اینجا معین صاحبانشان تشریف دارن، در تمامی برنامه ها چی میثاق شهروندی و سایر برنامه های ملی توجه به مسئله بازگشت کننده ها جز برنامه های اصلی ما بوده باشه. در نتیجه مهاجرت ها تمدن ها شکل گرفته در تاریخ بشری و امروز هم وقتی که از مهاجرین صحبت میکنیم نباید به عنوان یک قشری که محروم باشند